راه شب به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما هممیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی می کنید. مهران کمالپور هستم با راه شبی دیگر از رستاخیز سیمرغ با کتاب آوازخوان رقص بردگان بخش نهم در پیشگاه یکایک شما هممیهنان عزیزم با هم بود. امیدوارم حالتون خوب باشه و تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید. پیش از آغاز بخش نهم این کتاب باید عرض کنم برای بار چندم و به کرات، کتاب آوازخوان رقص بردگان مجموعه بخشی از مجموعه مقالات و سخنرانی های میر جعفر پیشوری پانتولک و تجزیه طلب آذری هست که از 1323 تا 1325 تلاش خودشو برای تجزیه 4 استان غربی و شمال غربی کشور انجام داد و از هیچ خیانتی چشم‌پوشی نکرد. بنیانگذار حزب دموکرات آذربایجان که به پشتوانه این حزب در 1324 حزب دموکرات کردستان نیز تونست پروبال بگیره و شروع به نبرد مسلحانه بر علیه حکومت پادشاهی بکنه. نحوه نگارش این کتاب به شکلی هستش که در بخش‌های مختلف شما خواهید شنید که به پادشاهان ایرانساز پهلوی حمله می‌کنند و یا با القاب دیکتاتور، استبدادگر و موارد اینچنینی نگاه شده و برخورد شده. و این یک امر طبیعی است که یک تجزیه طلب و یک خائن به ایران و ایرانی با این القاب مقالات خودش رو خواسته باشه بنویسه و یا در سخنرانیاش از این واژه استفاده کنه. بنابراین نگاه ما به تشابه نوع عملیات در سالهای 1323 تا 25 هست که به چه دستاویزهایی رجوع کردند تا ایران رو تجزیه کنند و امروز هم پانترک‌ها و پانکورت‌ها و 60% پان عرب‌ها و بلوچ‌ها به همین دلایل دست به تجزیه می‌خوان بزنن و ادعای استقلال طلبی دارن. بنابراین این کتاب رو از نظر سیاسی و شیوه‌های مشترک پان‌ها نگاه کنید. اما بریم سراغ بخش نهم کتاب آوازخوان رقص بردگان.
مجلس ملی در اولین نشست خود مصوبه های پرمفهومی داشت. در زمانی اندک لوایح قانونی بسیاری را تصویب کرد. بنای دولت ملی را مستحکم نمود و نظامنامه داخلی خودش را مطالعه و تصدیق کرد. البته مجلس برای آذربایجان بی سابقه بود. این تشکیلات رفته رفته تکمیل خواهد شد و به شکل منظمی در خواهد آمد. لوایح قانونی که با عجله تنظیم شده است نمیتواند بدون نقص باشد. ولی در زمانی بسیار اندک کار روال عادی خود را خواهد یافت و تمامی نواقصمان رفع خواهد شد. حکومت ملی و مسائل اساسی که پیگیری کرد. حکومت ملی روزی که تشکیل شد برنامه خود را تقدیم مجلس ملی کرد. این برنامه در راستای شعارهایی که فرقه تا آن روز منتشر و تبلیغ کرده بود تنظیم شد. در این برنامه در درجه اول ساختار دولت و نزدیک شدن تشکیلات دولت و مردم، زدودن نظام پوسیده و فاسد دولتی پیشین و برپا داشتن آن از روی الگوی نظام‌های دموکراتیک قید شده بود. این نیز تنها به وسیله تشکیل انجمن‌ها ممکن می‌شد. به همین دلیل پس از اصلاحات اساسی اقدام به این کار شد. امیدواریم تا 20 این ماه در تمامی آذربایجان موفق به تشکیل انجمنهای بلوک‌ها، محلات و ولایات بشویم. این عملی بسیار با ارزش و بسیار بزرگ است. به این وسیله مردم مستقیماً در حکومت شرکت می‌کنند و اعمال ماموران دولت را تحت نظارت خود می‌گیرند. از این گذشته انجمنها از جهت نشر دانش سیاسی در میان مردم و رشد دادن آنها از جهت سیاسی بسیار ارزشمندند. بعد از انجمنهای بلوک مسئله تشکیل انجمنهای دهستان به میان می‌آید که این هم شاید پس از کمی مطالعه عملی شود. آنچه پیش از این اهمیت دارد مسئله قبولاندن حکومت ما به جهان است. در این خصوص حکومت ملی با تمام توانش در حال تلاش است. ما در گرد همایی وزرای دولت‌های متحد که در مسکو تشکیل شده بود شرکت و ساختار حکومت ملی خودمان و آرمان‌های مردم آذربایجان را معرفی کردیم. اینکه حل مسئله آذربایجان فقط حق خلق آذربایجان است را به تمامی دنیا فهماندیم و باز هم حکومت ملی در این راستا تلاش می‌کند. علاوه بر این در برنامه دولت اصلاحات اقتصادی بسیاری قید شده بود. در این عرصه در نتیجه سیاست‌های خائنانه حکومت تهران به دشواری‌های بزرگی برخوردیم. اولاً به وسیله ماموران خائن و بیش از ایشان برخی تاجران خیانتکار قسمت مهمی از پول نقدی را که در آذربایجان بود به تهران بردند. چون نگذاشتند ما تنها پول کالاهایی که در تهران می‌فروشیم را به میهنمان بازگردانیم، با قصد چپاول کردن و تخلیه آذربایجان یک بحران موقت در بازار پدید آوردند.
این عمل در فعالیت‌های دولت تأثیر دارد. به دلیل کمبود نقدینگی که نزد مردم است، جمع‌آوری مالیات و یا نقد کردن اموال تجاری که در اختیار دولت است به آسانی ممکن نمی شود. به همین دلیل در اجرای قسمت‌های دیگر برنامه اخلال ایجاد شده است. از این پس دولت از یک سو برای تهیه پول نقد و از سوی دیگر برای یافتن راه‌هایی برای تجارت تدبیرهای جدی خواهد اندیشید. حتی اگر زمانش فرا رسد، تقاضای تجار و مالکان را عملی کرده و با ممالک خارجی حاضر به عقد قرارداد مستقیم خواهد شد. ما بسیار خوب می‌دانیم حفظ حکومت مشکل تر از به دست آوردن آن و از همه اینها دشوارتر به وسیله حکومت مردم را به سوی ترقی و پیشرفت سوق دادن است. اینک به فداکاری های بزرگ و سازماندهی های بزرگ استعدادها بیش از پیش احتیاج است. مسئله امروز یافتن افراد کارآمد و مجرب برای مشکل عظیم گرداندن ادارات دولتی است. امروز یافتن افراد کارآمد و مجرب برای مشکل عظیم گرداندن ادارات دولتی است. کارمندان قدیمی هدف و آرمان ما را درک نمی کنند. این نگرانی آنها را بیشتر خشکانده و فاسد کرده است. آنها زمانی که فشار کم باشد سردرگم می شوند و در می مانند. کارمندان جدید نیز اولا تعدادشان بسیار کم است. ثانیا اکثر آنها با کارهای اداری آشنا نیستند. به این دلیل آنچه برای فرقه بسیار مهم تلقی می شود مسئله آموزش کارمندان باسواد است. به همین دلیل در ادارات دولتی فرقه تنها می تواند هدایت کارها را در دست داشته باشد. پس از آنکه ما دولت را در اختیار گرفتیم اشتباهات بسیاری اتفاق افتاد. بعضن تشکیلات فرقه اداره حکومت را در انحصار خود درآورده بود. این می تواند برای فعالیت‌های ما ضرر بسیاری داشته باشد. باید به فوریت جلوی این اعمال گرفته شود. در برخی اماکن فدایی‌ها در کارهای فرقه و حکومت دخالت می‌کنند و خودسرانه کارهایی انجام می‌دهند. باید این اعمال نیز پایان یابد. فرقه باید مردم را به رعایت نظم و قانون عادت بدهد. در مملکتی که امنیت و قانون نباشد، آزادی نیز نمیتواند وجود داشته باشد. ما باید به واسطه برابر فرض کردن مردم در پیشگاه قانون، برادری حقیقی و برابری واقعی به وجود آوریم. ایستادگی در برابر امتیازات شخصی و گردن کلفتی ها مبارزه جدی و بی امان می خواهد. فعالیت های فرقه و فعالیت های دولت باید از یکدیگر جدا شوند. همچنین کارمند یک وزارتخانه در کارهای کارمندان وزارتخانه های دیگر دخالت نکند. مسئله دانش و فرهنگ. کارهای روزمره ثابت می کند که مردم برای آنکه حاکمیت حقیقی خود را از دست ندهند باید باسواد شوند. در مورد روش‌های گذشته به اندازه کافی بحث شده است. اکنون سخن گفتن از آینده ضرورت دارد. ما بسیار کم به کارهای فرهنگی اهمیت می دهیم.
تعداد محصلان کلاس‌های شبانه بسیار کم است. بسیاری از کسانی هم که دوره تحصیلی را گذراندند، در زندگی شخصی و کارهای اداری بسیار ضعیفند. ما باید برای تربیت جوانهایمان، برای بر عهده گرفتن مشاغل و رفع احتیاجات برنامه ریزی کنیم. در این مورد بسیار ضعیف عمل شده است. وزارت معارف باید در سال تحصیلی پیش رو در برنامه‌اش اصلاحاتی اساسی بگنجاند. درباره تأسیس دانشکده ملی قدم‌های جدی برداشته شده است. این آرمان بزرگ اگر عملی شود، پیش روی مردممان راه‌هایی برای ترقی گشوده خواهد شد. ما مخصوصاً به تشکیل رشته تربیت معلم در دانشکده اهمیت می‌دهیم، چرا که معلم اساس است. بدون معلم فرهنگ نمی‌تواند ترقی کند. تأسیس رشته‌های کشاورزی و پزشکی نیز از جمله مسائلی است که به اقتضای احتیاجاتمان مطرح خواهد شد. کار بسیار و میدان وسیع فقط کادر فعال می خواهد که از این وضعیت مساعد استفاده بکند. در حالی که مشغول مسائل مربوط به تشکیلات فرقه هستیم، باید برای این کار هم اهمیتی جدی قائل شویم. در هر زمینه ای به افراد مجرب احتیاج داریم و بدون ایشان کاری از پیش نخواهیم برد. مسائل مهم پیش روی فرقه و دولت. فرقه در عرض 5 ماه کارهای بزرگی انجام داده و در نهایت یک دولت دموکراتیک ملی و مردمی به تمام معنی مدر که پشتیبانش باشد به وجود آورده است. 5 ماه پیش از این در میان ابرهای اوهام، خرافاتی که مطبوعات مرتجع تهران و فارس‌های متعصب ایجاد کرده بودند، ادعای ملت بودن و دولت داشتن برای آذربایجانی‌ها کاری ساده نبود. اینک ملتمان را بیش از پیش به اثبات رسانده‌ایم و دولتمان را بر یک بنیان ملی تأسیس کرده ایم. رفته رفته مردم و ملل خارجی عادت می کنند این نام ها را بشنوند. دولت ملی آذربایجان یک حقیقت است. حکومت تهران به وسیله سیاست جاهلانه خودش کار ما را آسان کرده است. به تعویق انداختن انتخابات مجلس تا زمانی که ارتش در ایران هستند، ارتش متفقین در ایران هستند و تعیین فرخ به عنوان والی آذربایجان با اختیارات وسیع پرده را برانداخت. گسیل داشتن ارتش برای قلع و قمع کردن فداییان و سخنهای ناروایی که در مجلس شورا و مطبوعات بر علیه ما بیان می شد، ما را بسیار کمک کرد. به همین دلیل خلقمان ایمان آورد که به این آسانی به او آزادی و خودمختاری داده نخواهد شد و خودش چاره یافت و دولت ملی را پدید آورد. البته این نیز کافی نبود. حکومت باید بر اساس قانونی استوار تشکیل شود. ما مخصوصاً در مجلس مؤسسان کنگره ملی لایحه قانون اساسی را که آماده کرده بودیم به بحث نگذاشتیم. آن زمان بر این گمان بودیم که شاید حکومت ارتجاعی تهران چشم باز کند و با دیدن حقیقت دولت ملی ما را تایید کند. امروز اقداماتی که این حکومت در خارج و داخل بر علیه ما انجام داده آشکار گشته است. حکومت تهران از انکار ملیت ما خجالت نمی کشد
گویا که این دولت نمیتواند به گونه دیگر رفتار کند. ما نمیتوانیم بنشینیم و دست روی دست بگذاریم. باید کاری را که آغاز کرده ایم به پایان بریم. اساس تشکیل دولتمان را تعیین کنیم و خلق را به سوی هدفش رهنمون شویم. بلا تکلیف ماندن بی‌معناست. لازم است در زمانی بسیار نزدیک دومین مجلس مؤسسان را فرا خوانیم و قانون اساسی میهنمان را تصویب کنیم. در این خصوص دولت و مجلس ملی هم با یکدیگر هم پیمان شدند. برای تنظیم لایحه قانون اساسی یک هیئت بزرگ انتخاب شده و کارش را آغاز کرده است. این قانون باید مطابق با قوانین کشورهای دموکراتیک نوشته شود. تصمیم گیری آخر با مردم است. مردم سخن خود را به وسیله مجلس مؤسسان خواهند گفت. آذربایجان از آن آذربایجانی هاست. اما شعار باید با عمل همراه باشد. ما تحت قیومیت ملل بیگانه نخواهیم رفت. بگذار این شعارها در تاریخ خلق ما ثبت شود. وظیفه بزرگی که بر عهده فرقه و دولت قرار دارد احقاق این شعار است. مردم لیاقت و استعداد خود را نشان دادند. روستاییان که اکثریت مردم را تشکیل می دهند برای رسیدن به این آرمان مقدس سلاحشان را چون جانشان حفظ می کنند. از این پس مسائل بزرگی پیش روی ما قرار دارد، مانند به نظم کشیدن فعالیت‌های کشاورزی، سالمسازی روابط دهقان و ارباب، تقسیم کردن املاک ارباب‌هایی که به دشمنان آذربایجان ملحق شدند و همچنین تقسیم زمین‌های دولتی میان روستاییان. در عمل دیده شد که انجام این کار مسئله بغرنج است و می تواند اختلافهای بسیاری میان روستاییان ایجاد کند. اطلاعات زیادی در دست نیست. کارمندان خبره و متخصص برای تقسیم زمینها و دادن آنها به روستاییان به تعداد لازم وجود ندارند. از روز تأسیس حکومت، وزارت کشاورزی مشغول این کار است. هنوز تدوین یک لایحه صحیح و کامل ممکن نشده و برای این کار از سازمانهای محلی فرقه کمکهای جدی انتظار می رود. اصلا اصول فعالیتهای تشکیلات فرقه باید عوض شود. باید موضوع تبلیغات تشکیلات با اصلاحاتی که دولت مشغول آنهاست یکی باشد. پیش از این سخنسرایی از هیئت حاکمه زاید است. برشماری جنایت‌های حکومت استبدادی مردم را قانع نمی‌کند. باید عملاً کارهای خوب دولت ملی را نشان بدهیم. بگذار مردم حرکت به سوی سعادتی را که انتظار می‌کشند احساس کنند. فرقه باید در فعالیتش این حقیقت را مشعل راه قرار دهد. بعد از همه اینها مسئله دفاع از میهنمان مطرح می شود. بدانیم که دشمن در خواب نیست. او با کمک دول امپریالیست بیگانه آماده محو کردن آزادی ما و زدودن ملیت ما از روی زمین می شود. ما نمی توانیم یک لحظه هم غفلت کنیم. به همین دلیل باید ارتش ملی به صورت منظم تشکیل شود. به همین دلیل فرقه باید به طور جدی آماده باشد. افراد صادق را برای انجام وظیفه ملی بسیج و
و یک ارتش ملی مدرن ایجاد کند. این مسئله بزرگی است که پیش روی فرقه قرار دارد. ما همیشه گفته ایم آزادی را نمی دهند، پس باید آن را بگیریم. ما این کار را انجام داده ایم ولی کافی نیست. مهم پاسداری از آزادی به کف آورده و استفاده کردن از آن است. اینک فرقه باید برای این امر آماده شود و آمادگی در این زمینه برابر است با تشکیل ارتش ملی. عزیزان، تا اینجا که شنیدید در همین بخش نهم و یک تطبیقی بدیم با صحبت‌های پانتورک‌ها، تجزیه طلبان پانتورک، تجزیه طلبان پانکورد، تجزیه طلبان پان عرب و پان بلوچ، می‌بینید تا اینجا تمام درس‌هایی که گرفتن از صحبت‌های میر جعفر پیشوری است و شباهت 100% داره در رابطه با اینکه هیچ ملتی از فارس‌ها و دیگران حق دخالت در امور ملت آذربایجان رو نداره و آذربایجانی‌ها باید خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. صحبت‌هایی که پانکورت‌ها انجام دادن بارها و بارها به کرات، پانتورک‌ها در شوراهای مختلف و در جایگاه‌های مختلف، تمامی پان‌ها خط و خطوط به اساسنامه فعالیت‌های سیاسی و ضد ایرانیشون رو کپی برداری از روی صحبت‌ها و مانیفست میر جعفر پیشوری، تجزیه طلب و پانتورک در سال 1323 تا 25 گرفتن. و اما ادامه. علاوه بر این، سازماندهی متشکل فرقه و تصفیه آن از عناصر ناباب مسئله است با اهمیت بسیار زیاد. امروز فرقه ما دولت را هدایت می کند و اعضای آن با جلب اعتماد مردم در جامعه نام و شهرت به دست می آورند. بنابراین هر کسی می تواند وسوسه شود که در فرقه نفوذ کند. عناصر نفوذی و خائن از طریق عضویت در فرقه به ادارات دولتی راه پیدا می کنند و در نتیجه رفتارهای خائنانه آنها مردم از دولت فاصله می گیرند. به همین دلیل باید در پاک بودن تشکیلات فرقه در همه جا دقت زیادی صورت گیرد. گذشته از همه اینها لازم است فرقه در امر اطلاع رسانی تقویت شود. هر کدام از اعضای فرقه باید با تاریخ فرقه ما، شعارها و وظایف پیش روی آن آشنا باشد و اهداف و مقاصد فرقه را بفهمد. این هم کار آسانی نیست. هنوز در میان اعضای کمیته مرکزی کسانی یافت می شوند که اسناد رسمی را که از سوی دولت ما منتشر شده خواندند، اما نفهمیدند. اعضای عادی فرقه نیز به باور من در این مورد بسیار ضعیفند. تا اینجا همه ضعیف بودن، من متوجه نشدم پس کی قوی بوده که میخواستن جدا کنم، من نفهمیدم تا اینجا. پس جدن لازم است این نقصان را رفع نمایی. بگذار هر یک از اعضای فرقه هرچه از اولین بیانیه فرقه تا پیمان نامه اجلاس عمومی امروز منتشر شده است را بخواند، بفهمد و بتواند درباره آن سخن بگوید. این موضوع در داخل فرقه اصلاحاتی بزرگ و حتی انقلابی بزرگ ایجاد می کند و باید این را انجام داد. می بینید که پیش رو کارهای بزرگ و مسائل دشواری قرار دارد، اما به محض آگاهی از آنها می توانیم در سایه علم، اتحاد و همبستگی افراد فرقه آنها را رفع کنیم. موضوع دیگر این که فرقه باید میان خلق آذربایجان و ملت‌هایی که مشغول مبارزات ملی هستند اتحاد ایجاد کند. منظورش حزب دموکرات کردستان بوده که مسلحانه شروع کرده بوده به جنگیدن با
حکومت پادشاهی. در این زمینه همکاری برادرانه با کردها و جلب اعتماد آنها از وظایف جدی ماست. باید برخی نارضایتی ها را که در این خصوص میان اعضای فرقه ایجاد شده رفع کرد. علاوه بر این کردها باید برای اتحاد ارمنی ها و آسوری ها با فرقه تلاش کنند. این ملت ها نیز باید در آذربایجان آزاد زندگی و به زبان ملی خود امورشان را اداره کنند. حکومت ملی ما هیچ نوع اسارت ملی را تحمل نخواهد کرد. باید همان گونه که آزادی را برای مردممان می‌خواهیم، امکان آزادی ملت‌های دیگر را نیز فراهم کنیم. درباره مالیات. ما باید تاکید زیادی روی مالیات داشته باشیم، گرچه این موضوع تا به امروز چندین بار گفته شده است. ما مالیات را به این دلیل می‌گیریم که به وسیله آن احتیاجات میهنمان را رفع کنیم و درست به همین دلیل لازم است که مالیات‌ها به زودی جمع‌آوری شوند، در یک مرکز تمرکز یابند و برای رفع نیازهای میهنمان مصرف شوند. آقای حبیب اللهی گفتند که در روزنامه آژیر تا به امروز مقالات بسیاری علیه مالیات بر درآمد نوشته شده است، اما اینطور نیست. ما از اول طرفدار پرداخت مالیات بر درآمد بوده ایم، اما دکتر میلیسپو علاوه بر جمع‌آوری مالیات در مسائل سیاسی هم دخالت می‌کرد و سعی میکرد آزادی ما را محدود کند و ما همواره مخالف کارهای خلاف اداره مالیات بر درآمد بوده ایم. ما در دوره ای که روزنامه آژیر منتشر میشد، در کنار دفاع از مالیات بر درآمد با فعالیت‌های سیاسی میلیسپو مبارزه میکردیم. قانون مالیات بر درآمد در زمان جنگ قانونی عادلانه بود. مالیات گرفتن از درآمدها و سودهای غیرعادی صحیح بود. کسانی که از جنگ سوء استفاده کرده و ثروت هنگفتی به دست آورده بودند، برای شانه خالی کردن از این مالیات عادلانه تلاش می کردند تا میان مردم فساد و فتنه تولید کنند. من در تهران از تاجری لوازم تحریر می خریدم. بعدها دیدم که او تجارتخانه‌اش را به چندین مغازه تقسیم کرده است تا به این شیوه مالیات نپردازد. در اینجا نیز بعضی ها هستند که این کار را می کنند و هنگام پرداخت مالیات داد و فریاد راه می اندازند تا شاید مالیاتشان را ندهند. اما اگر مالیات جمع‌آوری نشود، کارها درست نمی شود و ما نمی توانیم میهنمان را اداره کنیم. بگذار کسانی که هنگام جنگ خون خلق را در شیشه کرده اند، از درآمدهای نامشروع میلیونیشان کمی هم برای آسایش مردم و آبادی میهنشان مصرف کنند. آنها دار و ندار میلیون ها انسان را به یغما بردند و حالا باید مالیاتشان را عادلانه پرداخت کنند. اما هنگامی که مالیات می‌گیریم، نباید به هیچ کس توهین کنیم. ما مانند ماموران نظام پیشین با مردم بدرفتاری نمی‌کنیم. ما اگر مالیات نگیریم، نمی‌توانیم احتیاجاتمان را رفع کنیم، نمی‌توانیم دانشگاه درست کنیم. به همین دلیل فرقه باید در برابر کسانی که علیه پرداخت مالیات تبلیغ می کنند بایستد و به مردم لزوم پرداخت مالیات را تفهیم کند. افراد بسیاری هستند که در نظام پیشین اگر از آنها مالیات می خواستند،
های و هوی و داد و فریاد راه می انداختند و از پرداخت آن شانه خالی می کردند. ما پیش از این اصراری بر گرفتن مالیات از این افراد نداشتیم، چرا که می دانستیم این مالیات ها پس از جمع آوری از مردم دزدیده می شود و صرف رفع احتیاجات مردم نخواهد شد. اما ما امروز مالیات می گیریم که برای مردم دانشگاه، جاده، کارخانه و بهداری بسازیم. دقت کردید دوستان، قبل از اینکه تسلط پیدا کنند به 4 استان آذری زبان، مبارزه می کردن برای اینکه مردم مالیات ندن، تجار و کسبه و بازاریا مالیات ندن، و بعد از اینکه تونستن اونجا رو تصرف کنن و اشغال کنن، به زور از مردم حالا میخوان مالیات بگیرن به اسم دانشگاه. این دلایل تجزیه بوده یکیش. شاید زمانی که بنا شد مالیات جمع آوری شود، ماموران مالیاتی رفتار خوبی نداشتند، ولی این موضوع عمومیت ندارد. مالیات زمان جنگ یک مالیات قانونی است. آنگاه که بعضی ها میلیون ها تومان پول به جیب می زدند، هزاران کودک فقیر و زن بیچیز شبها تا صبح در برابر مغازه های نانوایی صف می ایستادند. هزاران انسان از گرسنگی و بیکاری جان می سپردند. اینک باید آنان مالیات عادلانه درآمدهای بی حدشان را پرداخت کنند و ما هم این مالیات های مشروع را حتما خواهیم گرفت. این یکی از سخنرانی ها بوده و در اینجا مورد تشویق قرار گرفته و متن این سخنرانی در روزنامه آذربایجان دوره دوم شماره 110 و 112 یک شنبه و سه شنبه هفتم و نهم بهمن ماه 1324 نوشته شده است. به همه، به همه، به همه. هموطنان عزیز، تا به امروز وظایف افتخار آمیزی را که تاریخ بر عهده ما محول کرده با سربلندی انجام داده ایم و توانسته ایم آرمان تأسیس فرقه‌ای با نفوذ و حکومت ملی و در یک کلام دولت ملی را عملی سازیم. در این راه همه مردم به پا خواستند و با تمامی توان کوشش کردند. در آذربایجان حتی یک شهر، یک روستا، یک محله، یک خانه و یک کلبه هم یافت نمی شود که ساکنانش در راه به دست آوردن این حقوق قانونی فداکاری نشان نداده باشند. دشمنان مردم از انکار نهضتی که خلق به وجود آورده عاجزند. علاقه و احساساتی که هزاران مرد، زن، پیر و جوان در انتخابات مجلس ملی از خود نشان دادند، پای و اساس آزادی ملی ماست. از این پس دولت ملی آذربایجان حقیقتی است که تداوم بقای آن یکی از آرمانهای مهم عناصر دموکرات و عدالت طلبان حقیقی است. مردم ما در این زمینه قابلیت و استعداد شگرفی از خود نشان دادند. ما اکنون نزدیک به 2 ماه است که بدون توجه به مبارزه شدیدی که مرتجعان تهران و مستبدان حامی ایشان در سرتاسر جهان علیه ما انجام می دهند، حکومت ملی را با لیاقت اداره کرده ایم و به زودی موفق خواهیم شد تدابیری جدی برای پیشرفت و آسایش مردم بیندیشیم.
مردم ما چه با پیوستن به صفوف فرقه، چه با اجرای قوانین دولت ملی و چه با تایید قوانین مصوب مجلس ملی، اتحاد و یگانگی خودشان را ثابت کردند. بعد از این، آذربایجان سرزمینی به تمام معنا آزاد است. این سرزمین می‌خواهد پا بر جا بماند و پیشرفت کند. ما باید این را برای مردممان ممکن کنیم. بگذار مردم آذربایجان که سالها در آتش رنج و مشقت و گرسنگی و فقر سوخته اند، با شنیدن این مژده ببینند که درهای سعادت به رویشان گشوده شده و شاد شوند و نسلهای آینده ایمان بیاورند که زندگی شایسته انسان ممکن است. هموطنان عزیز، شما به خوبی می دانید که پس از به دست آوردن آزادی و حقوق باید آن را حفظ و از آن برای سعادت مردم استفاده کرد. فرقه دموکرات و حکومت ملی آنگاه که زمان انجام این وظیفه مقدس فرا رسد به شما نشان خواهند داد که از آزادی چون مردمک چشمشان محافظت می کنند. این انتظار تاریخ از ماست. ما باید تمام توانمان را در صرف دفاع از وطنمان کنیم. پدایان ما نیروهای مسلح منظم دولت ارتجایی را به زور سلاح وادار به عقب نشینی و خروج از خاک مقدسمان کردند. اینک هزاران جوان و فرزند رشیدمان در کوها، دره‌ها، بیابانهای بینشان و روی برفهای سپید مشغول پاسداری از آزادی ما هستند. هنوز نعره تفنگهای آنان در گوش مرتجعان تهران تنین دارد. هنوز نام قهرمانان آذربایجان وجود تمامی مرتجعان ایران را به لرزه در می آورد. هیچ کس نمی تواند این را انکار کند، ولی این کافی نیست. دشمنان آزادی به این سادگی ما را به حال خود رها نخواهند کرد. آنان می خواهند پس از اینکه از تبلیغات خائنانه و بندوبست‌های دیپلماتیک در خارج از ایران مأیوس شدند، مسلحانه علیه ما اقدام کنند و مردممان را وادار به زانو زدن نمایند و آنها را مجدداً اسیر کنند. این را هیچ وقت فراموش نکنید. هموطنان عزیز، ما به دنیا ثابت کرده ایم که طرفدار صلح و آشتی هستیم. حتی راضی نیستیم قطره‌ای خون از دماغ کسی ریخته شود. ولی ارتجاع خون می خواهد. اشک چشم طلب می کند و از آه و ناله لذت می برد. ما دیگر گوسفند نیستیم که خودمان را دست و پا بسته تسلیم جلادان کنیم. ملل بیدار، ملل قهرمان و ملت‌هایی که راه آزادی و سعادت خود را می‌دانند، شعاری ساده ولی مهم دارند: اگر زندگی می‌خواهی، آماده مرگ باش. ما حتی نباید یک لحظه این شعار را از خاطر ببریم. در برابر سلاح، باید با سلاح ایستاد و پاسخ ارتش را باید با ارتش داد. مردم ما عاجز و زبون و بیچاره نیستند. دلاوری های تاریخی آنان هیچگاه فراموش نخواهد شد. حتی امروز هم اگر نام اردوی قزلباش به گوش فرماندهان مغرور و مقتدر برسد، ایشان به احترام سرخم می کنند. آذربایجان چون یک بار چون این اردوی زاییده، باز هم می تواند چون این اردوی را پدید آورد. این مادر قهرمان با پرورش فرزندانی دلاور امتحانش را پس داده است.
آذربایجان دیاری خاموش است، ولی آنگاه که طوفان دهشت آورش برپا شود، جهان را با فریادش بیدار و بشریت را وادار به آگاهی خواهد کرد. این از آن مواردی است که تاریخ بر صحت آن شهادت خواهد داد. هموطنان عزیز، فرقه ما که رهبری مردم را بر عهده دارد و حکومت ملی ما که برای تأمین سعادت مردم می کوشد، شما را دعوت می کند که از آزادی خودتان پاسداری کنید. هر آذربایجانی باید از امروز در این راه کوشش کند. ما نمی توانیم آزادی را بدون داشتن یک ارتش مسلح، منظم و ملی به دست آوریم و این نیز آنگاه ممکن می شود که همه مردم سلاح به دست بگیرند. جالب دوستان، چند خط قبل میگفت ما حاضر نیستیم یک قطره خون از دماغ کسی بیاد و نمیخوایم خشونت کنیم، الان میگه همه باید اسلحه دستشون بگیرن و بجنگن. بنابراین فرقه و دولت همه آذربایجانی هایی را که قادر به برداشتن سلاح هستند به صفوف ارتش مردمی فرا میخواند. بگذار مردم صدای دعوت دولت ملی را که انتخاب کرده و اموراتشان را به آن سپردند و فرقه ای را که به عنوان رهبر قبول کرده و به آن ایمان دارند بشنوند و چنان یک تن واحد برپا خیزند. بگذار احساسات عمومی که هنگام تشکیل دسته های فدایی ابراز می شد باز هم بیشتر شود. بگذار مادران، خواهران و مادر بزرگ ها باز هم جوانانمان را ببوسند و برای دفاع از وطن و آزادی راهی ارتش ملی کنند. بگذار غریو شادی سر تا سر آذربایجان را در نوردد. بگذار همه اعضای فرقه کارهایشان را موقتا رها و با تشکیل میتینگ ها و گرد همایی ها در روستاها، شهرها، کوچه ها و محله ها مردم را به انجام وظیفه ملیشان تشویق کنند. بگذار روحانیونمان در منابر و مساجد جوانان را به جهاد در راه دفاع از وطنشان دعوت کنند. بگذار این ملت به دنیا بفهماند که تا آخرین نفر از آزادی و استقلالش دفاع خواهد کرد. آذربایجانی ها با تشکیل دولت ملی حرف آخرشان را گفته و سرنوشت خیش را رقم زده اند. یا زیستن با آزادی یا مرگ با افتخار. این سخن آخر مردم ماست. مردمی که این سخن را به تمامی جهانیان اعلام کرده اند نمی توانند از قراردادهای حیله‌گرانه‌ای که در خارج از آذربایجان منعقد می شود تبعیت کنند. آذربایجانی ها می میرند ولی از راهی که در پیش گرفته اند باز نخواهند گشت. کسی که مرگ را می پذیرد زندگی خواهد کرد و حقش را خواهد گرفت. ما زندگی کرده ایم، حقمان را گرفته ایم و چون مرگ را پذیرفته ایم می توانیم آن را حفظ کنیم، چرا که از آن دست مردمانی نیستیم که از مرگ می هراسند. هموطنان، بگذارید انسانهای زنده سرتاسر آذربایجان، حتی سنگها و خاکهای بیجان آن، برای دفاع از رهایی ملی وطنمان سوگند یاد کنند. بگذارید دنیا بداند که ملت و میهن ما تنها نیستند. هموطنان عزیز، زمان آن رسیده که قوانین مصوب مجلس ملی من را که سمبل اراده ملت من است در مورد وظیفه ملی تشکیل ارتش مردمی اجرا کنیم. برای اجرای این قانون به وزارت ارتش مردمی می سپاریم.
کاری را که به آنها محول کرده ایم با جدیت آغاز کنند. فرقه ما، جوانان ما، پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و دختر، کودک و بالغ و بالاخره همه مردم در برابر یک امتحان قرار دارند. باید سعی کنیم از این امتحان بزرگ سربلند بگذریم. اینک باید سخنانتان و سوگندهایتان را در جلسات، اجتماعات و میتینگ‌ها در عمل ثابت کنید. همه مردم باید بسیج شوند تا این وظیفه مقدس را آنگونه که شایسته نام آذربایجان است به انجام برسانند. نیروهای فرقه و جمعیت‌های جوانان و زنان موظفند در این مورد تبلیغات جدی و گسترده‌ای انجام دهند. این کار بزرگ آغاز شده و با موفقیتی عظیم به پایان خواهد رسید. این مطلب در روزنامه آذربایجان دوره دوم شماره 120 پنجشنبه 18 بهمن 1324 نوشته شده است. بله دوستان، همونطوری که عرض کردم کتاب آوازخوان رقص بردگان مجموعه سخنرانی ها و مقالات تجزیه طلب و پان ترک میر جعفر پیشوری از 1323 تا 1325 هست. کسی که از نیروهای نظامی ژاندارمری در 4 استان آذری زبان ما حمام خون را انداخت، کسی که نیروهای نظامی و ژاندارم رو در اون منطقه قتل عام کرد و سعی کرد با حکومت مرکزی بجنگه تا این 4 قسمت رو با حمایت اتحاد جماهیر شوروی اون موقع جدا کنه از خاک عزیز کشورمون، ولی در نهایت با شکست مواجه شد، سرکوب شد و از ایران فرار کرد. در صورت شباهت بسیار بسیار زیادی بین سخنان آن روز میر جعفر پیشوری و تجزیه طلب‌های امروز هست که ما میتونیم با هوشیاری از روی نعش تمام تجزیه طلبانی که چشم بر خاک ایران برای تکیه و پاره کردن دوختن رد بشیم و اجازه هیچ نوع حرکت موذیانه و مرموزانه‌ای رو بر علیه تمامیت ارضی کشورمون ندیم. از اینکه تا پایان برنامه امشب با من همراه بودید از یکایک که شما عزیزان سپاسگزاری میکنم. طبق معمول همیشه بهترین ها رو از صمیم قلبم براتون آرزو دارم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاویدا تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا راه شبی دیگر، بدرود.